شنوندگان گرامی فرزاد غفوری هستم با سرفصل خبرهای ایران و جهان از رادیو شهر ما با ما همراه باشید بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شد بوریس جانسون در اولین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا گفت میخواهد وضعیت این کشور را بهبود ببخشد و رهبری شایسته بریتانیا را ارائه کند او کمی پیش از سخنرانی در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا به کاخ باکینگهام اقامتگاه ملکه الیزابت دوم رفت و مطابق تشریفات به عنوان نخست وزیر جدید معمور تشکیل کابینه شد. آقای جانسون جایگزین ترزا می می شود که با شکست در به سرانجام رساندن طرحش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از رهبری حزب محافظ کار و نخست وزیری بریتانیا کنار رفت. آقای جانسون که پیشتر شهردار لندن بوده و سابقه وزارت خارجه در کابینه خانم می را هم داشته در انتخابات درون حزبی محافظ کاران به عنوان رهبر جدید انتخاب شد و به مقام نخست وزیری رسید و اما هشدار اتحادیه اروپا بوریس جانسون دوران سختی پیش رو دارد اتحادیه اروپا هشدار داده است که بوریس جانسون که به زودی کارش را به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا شروع خواهد کرد با چالش های جدی روبرو خواهد شد آقای جانسون گفته است که با کنار گذاشتن بخش های بزرگ از توافق خروج از اتحادیه اروپا که ترزا می سال پیش بر سر آن با اتحادیه اروپا به توافق رسیده بود بار دیگر با اتحادیه اروپا به مذاکره بنشیند اما رهبران اتحادیه اروپا میگویند که توافق خروج قابل مذاکره مجدد نیست با این حال رئیس جدید کمیسیون اروپا گفته اگر لندن دلایل خوبی ارائه کند مایل است فرصت گفتگوها را یک بار دیگر تمدید کند و اما خبری از نفتکش توقیف شده بریتانیایی اولین تماس مالک نفتکش توقیف شده بریتانیایی با خدمه آن شرکت استینا باک مالک نفتکش توقیف شده بریتانیایی در ایران گفته است که برای اولین بار از زمان توقیف این کشتی در روز جمعه گذشته توانسته با خدمه آن تماس مستقیم برقرار کند این شرکت روز چهارشنبه 24 جولای دوم مرداد در بیانیه ای اعلام کرد که در این تماس که سه شنبه شب برقرار شده ناخدای کشتی گفته است که خدمه همه سالم هستند و همکاری خوبی با نفرات ایرانی حاضر در کشتی دارند. همزمان وزارت خارجه لتونی تایید کرده است که یک خدمه لتونیایی نفتکش استینا این پرو روز چهارشنبه اجازه پیدا کرده تا با خانواده خود تماس بگیرد. وزارت خارجه لتونی همچنین گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده در حال حاضر تهدیدی علیه جان و سلامتی یا ایمنی این فرد وجود ندارد روز جمعه 28 تیر مصادف با 19 جولای چهار قایق سپاه پاسداران به همراه یک هلیکوپتر این نفتکش را با پرچم بریتانیا و 23 خدمه در حال عبور از تنگه هرمز توقیف کردند ایران میگوید این نفتکش به دلیل رایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توقیف شده اما بریتانیا این اتهام را رد کرده و اقدام ایران را تلافی جویانه خوانده است اما خبر دیگر در مورد پهبادها سپاه سقوط دو پهبادش توسط آمریکا را تکذیب کرد سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران خبر سقوط دو پهباد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی را تکذیب کرده است ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در روز سهشنبه بر ساقط کردن یک پهپاد ایرانی تاکید کرد و از احتمال سرنگونی یک پهباد دیگر خبر داد این دومین باری است که ظرف چند روز اخیر آمریکا از سرنگونی پهپادهای ایران خبر میدهد و البته ایران این ادعا را تکذیب میکند و اما آمریکا خارجیان را از خدمات رسانی به شرکت های هواپیمایی ایران برحذر داشت آمریکا بر مؤسسات فعال در خدمات رسانی هواپیمایی هشدار داده است که از ارائه خدمات به شرکت های هواپیمایی و هواپیماهای تحریمی ایران خودداری ورزند اداره نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفاک در اطلاعیه فعالان در صنایع هواپیمایی را از خطر قرار گرفتن در معرض اقدامات تنبیهی و تحریم های اقتصادی ایالات متحده به دلیل ارتباط با انتقال بدون مجوز هواپیما قطعات و اقلام فناوری یا خدمات هواپیمایی به ایران یا شرکت های هواپیمایی تحریمی ایران و مرتبط با ایران آگاه ساخته است. و اما آخرین خبر از داخل ایران محسن پهلوان مقدم بنیانگذار پدیده شاندیز به حبس ابد محکوم شد. رسانه های ایران میگویند که محسن پهلوان مقدم مدیر آمل پیشین شرکت پدیده شاندیز به حبس ابد محکوم شده است. خبرگزاری فارست وابسته به سپاه پاسداران خبر داده که حکم حبس ابد آقای پهلوان مقدم پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه صادر شده است. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس که نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه است در جلسه ای که داد ستان مشهد و مقام های اطلاعاتی این شهر در آن حضور داشتند گفته است که این حکم قطعی شده اما پرونده دیگر متهمان پدیده شاندیز مفتوه است. لازم به ذکر است که پرونده پدیده شاندیز 22 متهم دارد از سال 1388 که شرکت پدیده شاندیز سهام خود را به مشتریان عرضه کرد بهای به هر سهم آن در مدت کوتاهی از 200 تومان به بالای 10 هزار تومان رسید اما پس از مدتی سقوط کرد و هزاران سهامدار آن متظرر شدند